به نام خداوند بخشاینده و مهربان. فروش زمین هزاره ها بر خودش، طالبان در ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان زمین مردم کیندیر را میخواهد دوباره بر خودشان با مبلغ گزاف 300 لگ افغانی بفروشد و تلفات سنگین طالبان بر اثر حمله جبهه آزادی در ولایت های پروان و بغلان. سلام بر شما، وقت بخیر بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز 13 جنوری 2024 میلادی و برابر با 23 جدی 1402 هجری شمسی است. توجه شما را جلب میکنیم به مهمترین خبرهای افغانستان. اگر در چه فیسبوک بیننده هستین به اشتراک بمانید و اگر در یوتیوب ما را دنبال نکردین لطفا سنترال افغانستان را سابسکرایب کنید. گروه طالبان در ولسوالی گزاب ولایت اورزگان و منطقه کیندیر با زور زمین مردم هزاره را بر خودشان فروخته است. طالبان با زور و ترساندن مردم آنان را متقاعد کرده است که پای سند امضا کنند که در آن گفته شده است زمین ها از مردم پشتون است و یا ما بین خود دعوا داریم و ما مردم کیندیر به صلح مبلغ 300 لک افغانی به پشتون ها می دهیم تا زمین ها را بخریم. این در حالی است که پشتون های مدعی هیچ سند نداشته و ندارند و هزارها که سال هاست در آنجا زندگی کرده این زمین ها را حتی از پدر و پدرکلان هایشان به میراث بردند. کیندیر یک منطقه است در ولسوالی گزاب ولایت اورزگان، البته گای اورزگان حساب میکنم اونجا را گای هم جایکندی به هر صورتش، و این مردم ما با روی کار آمدن طالبا، یک ماه پس از روی کار آمدن طالبا در سال 2021 هم کوج اجباری داده شده بودند، ولی با گزارش های متعدد که سنترال افغانستان منتشر کردن در نهایت گروه طالبا مردم را دوباره برگرداندن، چون این موضوع در رسانه های دیگه هم درز کرد و حتی سازمان ملل متحد نیز خواستار توجه در این زمینه شده بودند. اکنون اما طالبا ترفند دیگه را به پیش گرفته و میخوان که زمین مردم را بالای خودشان بفروشند. موضوع عجیب اما این است که در همین کیندیر پشتون هایی که زمین های مردم هزار را اقامه دعوا کرده هم به چندین گروه میرسه، هر کدامی که از راه رسیده این زمین ها را اقامه دعوا کرده و پس از آن که مردم به خانه خود برگشتن، این افراد اول بین خود دعوا را شروع کردن، این پشتون هایی که اقامه دعوا داشتن، تا یک نفر یک گروهشون برنده شدن و حالا اونها با وجودی که سند هم نداره میخواهی که زمین های مردم را بگیره و در نهایت مردم از ترس نتوانسته که دعوا را پیش بره، طالبا برشان اجازه نداده و این سند امضا کرده که زمین ها باید توسط مردم هزاره به مبلغ 300 لگ افغانی خریداری شود. مردم ما 7 ماه فرصت داره تا این پول تهیه بکنه. مردمی که میگن ما نان برای خوردن نداریم و قطعا این پول رو نمیتوانیم تهیه کنیم. تلفات سنگین طالبان در پی حملات چریکی جبهه آزادی در ولایت های پروان و بغلان. جبهه آزادی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در دو حمله جداگانه چندین عضو طالبان را در این ولایت کشته است. در حمله آخری البته 3 جنگجوی طالبان را جبهه آزادی افغانستان در نتیجه یک حمله در ولایت پروان کشته و 2 جنگجوی دیگرشان را زخمی کرده است. جبهه آزادی با نشر پیام در برگه ایکسش نوشته است که نیروهای این جبهه حوالی ساعت 5:45 دقیقه شام روز شنبه 23 جدی اگراد موتر نبرنجر طالبان را در منطقه تاجکان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان مورد حمله قرار داده که در نتیجه این تلفات بر طالبان وارد شده است. گفته شده که جبهه موتر مورد حمله قرار داده که موظف در شهر سالنگ بوده است. در اعلامیه دیگه جبهه آزادی آمده است که آنها با حمله راکتی بر قرارگاه طالبان در حوزه کلگه بغلان توانسته که 2 عضو گروه طالبان را بکشد و 4 عضو دیگرشان را زخمی کند. طالبان اما تا به حال در این مورد اظهار نظر نکردند. یک خانم به اسم زینب در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به قتل رسیده و به گفته منابع نیروهای طالبان جسد او را از میان زباله ها پیدا کرده است. به گفته منابع زینب 25 تا 28 سال سن داشته و جسد او دیروز جمعه 22 جدی از داخل زباله ها در حال پیدا شده است که داخل یک بوجی انداخته شده بوده است. مقام های طالبان جسد او را به حوزه 5 امنیتی شهر مزار شریف در نخست منتقل کرد و از آنجا به شفاخانه ابو علی سینای بلخی. به گزارش رسانه های پاکستانی، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در سفرش به افغانستان با نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی و حافظ گل بهادور رهبر شاخه انشابی تی تی پی موسوم به تحریک جهاد اسلام پاکستان دیدار کرده است. روزنامه اکسپرس تریبیون روز جمعه 22 جدی با نشر گزارش نوشته است که این دیدارها به صورت جداگانه صورت گرفته است. طبق گزارشات فضل الرحمن سفر خود به کابل را بسیار موفق خوانده و دیدارش با ملا هیبت الله را نیز در قندهار تایید کرده است. او گفته است که ما بحث فراگیری با ملا هیبت الله در مورد مسائل دو طرف داشتیم.
با این حال حال طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. حمله به دو زن اهل افغانستان در اسلام آباد پاکستان. زنان معترض نسبت به این گونه حملات ابراز نگرانی کرده و میگوید که آرامششان از بین رفته است. شهربانو حیدری که در این حمله زخم برداشته است در گفتگوی با سنترال افغانستان میگوید که این حمله ساعت 9 صبح امروز سه‌شنبه 23 جدی رخ داده است. در این حمله سمیرا پرتو نیز زخم برداشته است. خانم حیدری در گفتگو با سنترال افغانستان میگوید که این حمله در راولپیندی اسلام آباد انجام شد و مردان سوار بر موترسایکل بر آنان با چاقو حمله کرده است. او میگوید که با این افراد درگیر شد و توانست که خودش کمک بکنه تا از برخورد چاقو به قلب و صورتش جلوگیری شود، ولی سه زخم برداشته است. او میگوید که سمیرا دوستش نیست در این رویداد زخم برداشته است، ولی وضعیت سی هر دو قناعت بخش می باشد. یه اتفاق به می رول پندی بود نزی خیبان سرسید نزی دختر حب دیگه از کوچه ها ما برای سپورت بیرون شده بودیم نزی ساعت های نوه نیم هشت نیم نوه صبح بود دیگه. باز اونجا که ما بیرون رفتیم یعنی دو تا فرد بود که سوار یک موتورسیکلت بود و یک از اونها که پایین شد و اول خود دفعش رو یکان چیز گفت ما نفهمیدیم چون دوست ما هستن اینا اردو میفهمند. باز ما چون چیز نفهمیدیم متوجه نشدیم همین زبان پشتو رو متوجه نشدیم. باز اونها در اردو گفتن که شما احساس شد. وقتی ما احساس شدیم اول خود اول از آن حمله شد که سه تا کارت اونا میخواستن که سمت صورت به گردن من رو بزنن که من دست خود کشیدم و این خورد در بازوی من حسابات کرد. بازم یعنی در دو جای از دست شد من بازم حسابات کرده چاقویشان که اینا در کوک هست گرفته دیگه کلیشان ای دوست هم که هستن. باز بعد از اینکه هست بعد از اون حمله کردن و اونا رو هستن دستشون که هست از سکو گرفته و یک دستشون هم که است کو نگرفته، ولی خب خونریزی داخلی هست و نزدیک ریشه عصبشون رو حسابات کرده که امروز در شفاخانه رفتن برای عکس و اکسری اینا. صدای خانم شهربانو حیدری از زنان معترض افغانستانی رو میشنیدین که در اسلام آباد پاکستان مورد حمله قرار گرفته است. خانم حیدری در این گفتگو با همکارم همچنان تایید کرده است که او و خانم سمیرا پرتب از زنان معترض هستند که فعالیت‌های مختلفی در افغانستان داشته و اکنون نیز فعالیت‌های فرهنگی و مدنی دارند و احتمال می‌دهد که به همین دلیل نیز مورد حمله قرار گرفته باشد. آنان خواستار توجه به وضعیت مهاجران افغانستانی در اسلام آباد شده و از کشور میزبان می‌خواهد که آنان را تأمین امنیت کنند. با گزارش افغانستان اینترنشنال قرار است که یک شنبه مقامات جمهوری اسلامی و پاکستان درباره وضعیت افغانستان یک نشست را در اسلام آباد برگزار کند و قرار است که حسن کاظمی قومی در رأس یک هیئتی با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و وزیر خارجه آن کشور دیدار کند. یک موضوع بسیار مهم حملاتی است که از خاک افغانستان بر دو کشور صورت می‌گیرد. منابع محلی در ولایت تخار در شمال کشور میگن که اداره استخبارات طالبان 16 عضو حزب تحریر که جوانان، دانشجویان و آموزگاران دانشگاه تخار هستند را بازداشت کرده است. این افراد مصروف یک جلسه بودند در یک خانه ای که از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. از توجه به همراهیتون با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود. سنترال افغانستان صدای مردم افغانستان.